یکی از چیزهای عجیب فاینال کات جاییه که تنظیمات فیلد و لاگ پروسسینگ شماست. حالا مخصوصا تو این درس ما راجع به فیلد صحبت میکنیم، چون فیلد و کلن حالا آپر فیلد و لور فیلد برای کسی که کار تلویزیونی میکنه خیلی مهمه و خیلی تصویرش ممکنه فیلد داشته باشه. اولا برای دیدنش شما فرض کنید اینجا من الان این تصویرم فیلد داره، برای اینکه اصلا خود فیلد بتونم ببینم حتما باید بیام توی ویو شو بوت فیلدز رو روشن کنم. الان کاملا مشخص میشه که تصویر فیلد داره. حالا برای اینکه شما به این تنظیمات این فیلد ها دسترسی داشته باشید، بعد خود تصویر رو انتخاب بکنید، بیایید اینجا توی سیتینگ، اینجا توی سیتینگ دیده میشه. حالا شما توی سیتینگ میتونید مثلا بگید که این لور فیلد، آپر فیلد، پروگرسیو اگه اشتباه کرده باشه یا نه اصلا فیلد نداره. این تنظیمات رو شما از اینجا میتونید انجام بدید. آنامورفیک هم اگه خواستید تغییر بدید، مثلا تصویر شما آنامورفیکه ولی 3.4 آورده فاینال کاتون رو 3.4 تشخیص داده، اینجا رو واید اسکرین میذارینش. دی اینترلیس اگه خواستید بکنید این آیکون رو میزنید. لاک پروسسینگتون هم باز هست همینجا انجام میشه. آلفا هندلینگ هم باز همینطوریه. برای تصویرایی که شما از نرم‌افزار 3D میارین کانال آلفا دارن، یا تصاویری که مثلا تو افتر افکت یا نیوک پرده سبز رو نصب شده و حالا خیلی چیزای دیگه، از اینجا میتونید به آلفای اونها هم دسترسی داشته باشید. اینه که واقعا این موضوع خیلی پیدا کردنش ممکنه سخت باشه اگه ندونین کجاست توی فاینال کات، و راستش خودشون هم یه ذره کار عجیبی کردن. جدا این خیلی تو عمق نرم افزار پیدا کردنش اونقدر کار راحتی نیست، ولی خب در هر صورت شما با انتخاب کردنش و این ستینگ اینجا میتونید به فیلدها و حالا چیزایی که با اون مربوط میشه دسترسی داشته باشید.